ویژه برنامه معارف افغانستان، رقابت میان مکاتب شهر کابل، کدام مکتب 10 پرسش را پاسخ خواهد گفت؟ این بار نوبت لیسه عالی درخانه است و از متعلمین عزیزی که تشریف آوردن به نمایندگی از لیسه ازشان دعوت میکنیم. مریم جویا فرمایید، نظیفه رحیمی و حسینه عدلیار بفرمایید. سلام به همتان. سلام. خوب هستین؟ خوش آمدین. خوش آمدین. شکر. خوب هستین؟ زنده باشید. صنف موفق و صنف نخبه لیسه عالی درخانه هستین شما؟ از صنف های؟ از صنف های. از چند صنف یک جای شده؟ خب بیان که بیشتر باش ماشنا شدیم دیگه. امشب به نام لیسه عالی درخانه است و ببینیم که چقدر پرسش ها رو پاسخ خواد گفتن و بازم نوبت ویژه برنامه رسید و تا کدام مرحله پیش خواد رفتن، آیا اون 10 پرسش که ما میگیم پاسخ خواد گفتن یا که خیر. فرمایید شما خود معرفی کنید. به نام خداوند. در نخست سلام خدمت شما فیض جان و دو دوستم حسینه جان و نظیفه جان و تمام بینندگان تلویزیون طلوع. مریم جویا هستم، متعلم صف 12ام در لیسه عالی نسوان درخانه و در کل به تمام مضامین علاقه‌مند هستم. ورزش مورد علاقه‌ام بسکتبال است و در کل یک شخص نسبتاً آرام هستم. بسیار خوب، خوش آمدید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا سلام تقدیم میکنیم خدمت شما، خدمت تمام بیننده های تلویزیون طلوع. نظیفه رحیمی هستم، متعلم صف 12ام لیسه نسوان درخانه. در مجموع به تمام مضامین علاقه دارم و بازی مورد علاقه من کرکت و بس تنس میباشد. تنس میباشه. باز که لونی میگفتین خب نگفتین دیگه. نه. تغییر دادین ورزش تان شما. به نام خداوند یکتا، حسینه عدلیار هستم، متعلم صف 12ام لیسه عالی درخانه و به مضامینی که علاقه‌مندی دارم مضامین ساینسیس و در مجموع یک شخص نسبتا آرام است. بسیار خوب. شما صنف های 12 مختلف هستین دیگه. شما از کدام صنف 12 هستین؟ صنف 12 بی. بی. شما؟ صنف 12 بی نیستم. خب شما اول نمره هستین؟ شما دوم نمره هستین از یک صنف. خب در اینجا رقابت کردید دیگه میکنین یا با مکتب کار میکنین؟ کار فضیات تان نه؟ خب با شما صنف 12؟ ما 12 جیم. جیم اول نمره هستین شما؟ نه خیر دوم. دوم نمره هستین. خب دادن دوم نمره و یک اول نمره در این ویژه برنامه هستن. از لیسه عالی درخانه ببینیم که چی میشه. 10 پرسش هست و 10 پرسش با شما پاسخ بگوین. 4 مرحله است. مرحله اول 25 زاری است، سالا معمولا سالا میباشه. مرحله دوم مشکل تر میشه، مرحله سوم سخت تر میشه، مرحله اخیر دیگه چالش برانگیز است، به خاطر که یک پرسش 400000 دیگه. تا به حال لیسه نشده که تا 10 پرسش پیش رفته باشن، تا مرحله سوم معمولا پیش رفتن. ببینیم که شما ریکارد مشکناین و یک ریکارد تازه را تعیین میکنین که برین تا 10 پرسش یا که نه. دیگه مربوط کارگوری شما میشه و مربوط معلومات شما میشه. آماده هستین بریم به اولین پرسش؟ خب بسم الله گفتم میریم، تشویش نکنین. میریم به اولین پرسش که 25000 ارزشش است و از مرحله اول است، از مضمون تاریخ است. ببینیم که چی است. کدام یک از هوتکیان اصفهان ایران را تصرف نمود؟ الف میرویس خان هوتکی، ب میر عبدالعزیز هوتکی، جیم شاه محمود هوتکی. شاه محمود هوتکی. مطمئن هستم؟ مطمئن هستم. گزینه جیم؟ بله گزینه جیم. طیب. خب بسیار زود انتخاب کردین؟ معلومات داشتین یا تو کنکوری انتخاب کردین؟ بله معلومات داشتین. در 7 ثانیه انتخاب کردن دوستای ما. اگر درست انتخاب کرده باشن پولی که میایه به حسابشون 23250 افغانی است، پولشان مجموعا هم میشه. اگر اشتباه باشه اشتباه اول خود بود و پولشان صفر باقی میمونه. پرسش: کدام یک از هوتکیان اصفهان ایران را تصرف نمود؟ که دوستا انتخاب کردن میگن که شاه محمود هوتکی پاسخ درست است به نظرشان و 7 ثانیه گذشت که ای انتخاب شد. نتیجه درست است اولین پاسخشان یا خیر؟ بله جواب درست است. بله شاه محمود هوتکی. بسیار عالی. شاه محمود هوتکی بود که در سال 1723 میلادی به اصفهان ایران چی کرد؟ حمله کرد و تصرف کرد و پایتخت صفویان ایران بود اونجا. و شاه محمود هوتکی کاملا درست است که گزینه‌ای که شما انتخاب کرده بودین.
و پولی که به حساب دوستان میایه 23000 23250 افغانی است. 150 شم حساب پیسه است. سلامتون بکشین. خب بریم با پرسش دوم ببینیم چی است. فردوسی شاهنامه را در کدام سال شروع و در کدام سال تکمیل نمود؟ الف 350 الی 380 هجری شمسی، ب 360 الی 390 هجری شمسی، ج 370 الی 400 هجری شمسی. چه فکر میکنی جان؟ خب فردوسی شاهنامه به نظر من شاید گزینه ج درست باشه، 370 الی 400 هجری شمسی. نه بخاطر که در سالهای اخیر یعنی نسبتاً زمانی که وفاتش نزدیک بودی شاهنامه فردوسی را نوشته کرده بود. کدام سالی وفات کرد؟ نه فردوسی را در کدام نه سال شاهنامه خود در کدام سال شروع کرد و در کدام سال تکمیل کرد؟ من سال گزینه الف بی به نظر من شک دارم سرشون به نظر من گزینه جیم الف به خاطر که همقدر یادم است که نزدیکای وفات خود دی شاهنامه نوشته کرده بود و مطمئن نیستم. خب بازم فکر میکنم کدام گزینه الف الف بگیریم به نظر من گزینه جیم بگیریم جنی الف مطمئن است. چند فیصد مطمئن است؟ 60% مطمئن است. خودت؟ من خیر 70% مطمئن هستم. به نظر من باز گزینه الف خو اچ نیست یا گزینه بیست یا جیم. به نظر من گزینه جیم شاید درست باشه. نه میفهم بازم. چی میگی؟ الف میگیریم. الف چی میگی خودت؟ مام الف بی شک دارم نمیفهم مگم. صحیح. خب بگی کار کنم شکل میگیرم. به نظر من گزینه جیم. الف میگیریم. الف میگیریم. خب اگر درست باشه دوستا پولی که میای به حسابشان 6250 افغانی خواهد بود به خاطر که زیاد دیر کردن و وقت گرفتن پول کم شد. اگر صحیح باشه پولشان مجموعا میشه 29500 اگر اشتباه کرده باشن 23150 افغانی میشه 10438 افغانی. و پرسش فردوسی شاهنامه را در کدام سال شروع و در کدام سال تکمیل نمود؟ که شما میگین کدام سال شروع کدام سال تکمیل؟ 350 و 380. خب کدام نظر دیگه وجود داشت در بین گزینه ها؟ به نظر من شاید گزینه جیم 370 الی 400 هجری شمسی درست شما 370 الی 400 میگین. 300 شک داشتم سر گزینه بی. بی چند است؟ 360 الی 390. 390 الی الف گرفتین. خب درست است. دوستان متعدد هستند. بعد از وقفه معلوم خواهد شد که بالاخره گزینه الف که انتخاب شده به خاطر شاهنامه فردوسی درست است انتخاب یا که خیر. ما را برای باشیم. دوستان دوباره خوش آمدین. ادامه ویژه برنامه معارف افغانستان میبینین و امشب نوبت لیسه عالی درخانه است و متعلمین ممتاز از این لیسه تشریف آوردن. حسینه متعلم صنف 12 هست که دوم نمره است در مکتب خود و نظیفه متعلم صنف 12 است سوال نمره است و مریم صنف 12 است که دوم نمره است و شاگردان نخبه و لایق از این مکتب آمدن امشب و ببینیم که تا کدام مرحله پیش میره. اولین پرسش کاملا درست پاسخ گفته شد و دومین پرسش منتظر هستیم ببینیم که صحیح است انتخابشان یا که نه. چی فکر میکنین؟ کدام فکر نمیکنین نمیاله؟ چی احساس میکنین؟ گمی اشتباه میشه یا درست میباشه؟ حس ششم تان برتن چی میگن؟ شاید درست باشه. خب؟ سر بیام شک دارم. سر بیام شک دارین؟ سر بی شک دارین؟ و شما حسینه؟ ما سر گزینه جیم. جیم؟ بله. خب بالاخره ببینیم که الف بی جیم کدام از درست است بخاطر که الف انتخاب شده و خدا کنه درست باشه بخاطر که خدا نخواسته که اشتباه اول شوه. اما دیده خود شد کامپیوتر چی میگه؟ نه خیر. جواب درست از جی 370 الا 400 هجری شمسی. بله گف حسینه درست بوده. شاهنامه فردوسی عالی ترین کار ساده نمونه شعر ساده و روان است که حسر اماسیام هست که فردوسی شاهنامه را 30 سال در بر گرفت که تکمیلش کنه و در سال 1370 هجری آغاز الی 400 هجری ادامه داشت بالاخره که تکمیل شد و
از فانا دوستان خواب کرده دادن گزینه الف را که 350 الی 380 است. اما 30 سال گرفته بودین اما سالش بود. کلش 30 سال بود. کلش 30 سال بود اما تفاوت همه گزینه ها 30 سال بود. اما گزینه درست 370 الی 400 است که شما متاسفانه دیر زیاد سرش فکر نکردین. و حسینا مثل که بسیار ضعیف گفت برتان از خاطر شما گپشن نهیده گرفتین. خب خیلی باشه، اشتباه اول بود اما دو شانس دارین. پولشان 3250 افغانی میشه 25% کسر 17438 افغانی. خب لیسه درخانه در کجا واقع داره؟ کارتی ممرین. کارتی ممرین؟ کارتی ممرین در کجاست؟ کارتی ممرین نزدیک بلاکای پلتخنیک. پلتخنیک در کجاست؟ پلتخنیک در جای نزدیک پانتون پلتخنیک. پلتخنیک طرف باغ بالاست. باغ بالا رو بگویم کلیگه میفهمن که باغ بالا در کجاست. خب در سال هزار چند تأسیس شده ایم؟ در سال 1338. هزار سیزده 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 به شکل ابتدایه بود. با سال 1358 به شکل متوسطه و سال 1366 به شکل لیسه. چند متعلم ساله؟ 4242. 4242. 4242. هزار نگوید؟ نه 4242. کل مکاتب کل شاگرده ها شاید همجا درس بخونه. و چند صنف دوازده داره؟ 4 صنف دوازده. 4. شما از دو صنف شستین آمدین؟ از دو صنف هستین. خب بسیار خوب. و در رقابت های دیگه هم اشتراک کرده بودین از نمایندگی از لیسه یا نه اولین بار است که میایین به تک برنامه و رقابت؟ اولین بار است. بله. خب خدا کنه که به گفته خانما شگوم خوب سر شما داشته باشه. خب بریم به پرسش سومتان. من تا بسیار دقت کنین به خاطر از اینکه یک شانس عزیز دارین اما دو شانس دارین. بگه پای یک دیگه گوش کنین و تا حد امکان باید تأکید کنین اگر معلومات درست دارین. درست است؟ اما تشویش نکنین، دو شانس هست با شما. پرسش سوم می‌بینیم چی هست. ابهار چند میلیون کیلومتر مربع مساحت سطح زمین را احتوا کرده است؟ الف 345 میلیون کیلومتر مربع، ب 357 میلیون کیلومتر مربع، جیم 361 میلیون کیلومتر مربع. خب تا جایی که من معلومات دارم به نظر من گزینه جیم درست است. 361 میلیون کیلومتر مربع به نظر من. بله 361 کیلومتر مربع. 361. نزیبا جان خودت کدام؟ 361. بله گزینه جیم انتخاب میکنم. جیم انتخاب. الف نخواهی فکر نکنم گزینه جیم 85% مطمئن هستم. گزینه جیم انتخاب میکنی؟ مطمئن هستی؟ بله انتخاب میکنی؟ سر گزینه جیم انتخاب میکنی؟ دوستان انتخاب کردن بعد از بحثی که شد 361 میلیون کیلومتر مربع مساحت زمین را ابهار و گفته به نظر دوستا احاطه کرده. حالا میبینیم که درست است سومین پاسخشان یا که نه. بله جواب درست. بله جی 361 میلیون کیلومتر مربع. بسیار عالی، تبریک باشه برتان. حسینا صدای خود بلند کرده، یعنی پیشتر هم صدای تو بلند میکردی یک چیز میشد پاسخ دیگه. خب تبریکتان باشه، کاملا درست است. 361 میلیون کیلومتر مربع سطح زمین را ابهار پوشانیده. قدرت خداوند است. وقت زمین کروی هست و آب با قدرت با جاذبه زمین که داره، کوی جاذبه زمین که داره، کلش با زمین چسبیده. وقتی باز با تیاره و یا با هوا میرین میبینین که کل چیزا در پایین به شکل گل باقی مانده و تمامش قدرت خداوند است. وقتی باز به زمین میای کل چیزا هموار است، غیر از اینکه در کوه بالا شه این چیزا هموار معلوم میشه. کاملا درست است. پولی که به حساب دوستان میای 18000 افغانی است. پولتون مجموعا میشه از این پرسش 5438 افغانی. یک پرسش دیگه مرحله اول باقی مانده. مرحله اول با این پرسش ختم میشه و بعدش هم میریم به مرحله دوم. باز میریم میبینیم که پرسش چهارم چی است و شاگردان ممتاز لیسه عالی درخانه چی میکنن با این پرسش. کدام حیوانات دارای قلب چهار جوفی و دوران خون بسته میباشند؟ الف پرندگان، ب خزندگان، جیم
پستانداران. خب ارسی چون حیوانات گفته به نظر من ارسی گزینه درست است، هم پرندگان خزندگان نیست، پرندگان پستانداران است. الف جیم الف جیم خزندگان سرش فکر کنید. بله خزندگان خزندگان نیست. شاید به نظر من شاید نباشه. بله خیلی الف جیم. الف جیم. بله الف جیم انتخاب میکنم. الف جیم است. یک دقیقه انتخاب. خب الف و جیم انتخاب شد، ببینیم که چگونه است پاسخ. 19000 به حساب شد میه، پولشان مجموعا میشه اگر درست باشه 54438 افغانی، اگر اشتباه کرده باشین 35000 تا نیم خواهد شد 17719 افغانی. و پرسش: کدام حیوانات دارای قلب چهار جوفی و دوران خون بسته می باشد؟ میگن کدام؟ پرندگان و پستانداران. بعد از سمی وقفه معلوم خواهد شد که پاسخ درست است و دوستان میتونن به مرحله دوم برن، درهای مرحله دوم باز کنن یا که نه. گرادستان بیم کرده است سل سانی اخبارانه در تاسیل تلوش تلویزیون سخی گوری. امشب ویژه برنامه ما معرف افغانستان اختصاص یافته به لیسه عالی درخانه. دو نمرهش در اینجا است، مریم و حسینه صنف 12 و نظیفه از اول نمره است در این لیسه آمدن. اول نمرهشان نامدن به خاطر که گفتن والا بریم چی خواد شما، منتها شما نام خدای مد کردین آمدین، خوش آمدین. خب کدام حیوانات دارای قلب چهار جوفی و دوران خون بسته است؟ سوالی که مطرح شد قبل از وقفه و حالا نتیجهش ببینیم که مریم، نظیفه و حسینه درست انتخاب کردن که گزینه الف و جیم را، یا تاسفانه اشتباه است. حساس ترین پاسخ است به خاطر اینکه مرحله دوم برشان ساده تر خواهد شد، چون دو شانسشان بایشان خواهد بود. اگر اشتباه کرده باشین سخت تر میشه مرحله دوم. بله جواب درست. بله الف. آفرین. خوش شدین یا خفه شدین؟ خوش شدین. خب خوب شد که پاسختان درست بود به خاطر که سرنوشت ساز بود به مرحله بعدی. پرندگان و پستانداران حیوانات هستند که دارای قلب چهار جوفی و دوران خون بسته هستند. و خزندگان چی تفاوت داره با ای؟ یا خزندگان چون دوران خون بسته ناقص است. آه دوران خون بسته داره خزندگان؟ نه دوران خون باز داره. باز دارن؟ و قلبشان چند جوف داره؟ سه جوف داره. دوران خونشان ناقص است. 19000 افغانی به حساب دوستان آمد، پولتان مجموعا میشه 54438 افغانی. این از مرحله اول مقا پول به دست آورده. حالا شما تصمیم بگیرین که به مرحله دوم میرین، یعنی سه بچی کلان افشار میدین، دروازه‌اش باز میشه. سه پرسش 80000 در مجموع 240000 در مرحله دوم است. اگر میرین هم بگوین، اگر نمیرین هم بگوین، خانه تان آباد، اگر میرین نمیرین هم مربوط شما میشه. انتخاب 20 ثانیه. خب ادامه بدیم. به نظر من ادامه تو چانس داریم. ادامه بدیم. خب پلی. این در سکرین تان پلی. سیشت تایتن. به مرحله دوم خوش آمدین. 54000 در یک تاخچه بلند بانین، کمش نکنین و سرزی افزود کنین دیگه هم پوله. صحیح است؟ این طرف قضیه 900000 افغانی است با 6 پرسش که 240000 شده 3 پرسش کال در مرحله قرار دارین که میتونین به دست بیارین. و اساس میشه پرسش ها دو گزینه میشه، سی گزینه میشه، ترتیبی میشه و شما بسیار باید دقت کنین که از پیشتان اشتباه نشه. اولین پرسش مرحله دوم و در مجموع پنجمین پرسش و ارزش از این پرسش 8000 است. زغال سنگ نارسیده به چه اندازه کربن دارد؟ الف 30 الی 40%، ب 45 الی 50%، ج 55 الی 60%. 45 الی 50%. مطمئن هستی؟ چه نظر دارد اینه؟ به نظر ما شاید گزینه بی درست باشه، ما یکم دقت کنیم. دقت کنیم. زغال سنگ نارسیده به چه اندازه کربن دارد؟ الف خونیست.
الف خونیس بی و جیم ما شک دارم اما بی. اما زغال سنگ نارسیده است چون کاربونش خب زغال سنگ نارسیده بنظر من شاید بی خیلی درست خب میکنی بیر انتخاب میکنی تایید خب وقت ما تمام از بایم شب ببینیم که پاسختان درست است یا نه شما دور رفتین نره نالی از من اومدم زغال سنگ زغال سنگ نارسیده به چه اندازه کاربن دارد شما میگین 45 الی 50 فیصد اگر درست باشه 53600 به حساب دوستان میاد پولشان مجبور میشه 106000 108038 افغانی اگر اشتباه کرده باشن 54000 که از مرحله اول آورده بودین فردا شبی معلوم میشه حالا نمیگم برتان 27219 افغانی خواهد شد و پرسش همینجا تمام از برنامه و فردا شب ادامه برنامه شنبه شب ادامه برنامه لیسه عالی درخانه و شاگردان ممتاز شبی بینین که چیگونه پیش خود رفتن و آیا تا دهمین پرسش میرسن یا که نه مریم حسینه و نظیفه با ما پیوستن از لیسه عالی درخانه و امشب شما ویژه برنامه معارف میبینین که پنج شنبه شب و امشب هم ادامه داره همتون سلام مجدد براتون تقدیم است خوش آمدین خواه بیاین که کوتاه درباره شما و درباره خود بگوین به نام خدا بعد از او باز میریم به طرف ادامه برنامه به نام خدا مریم جویا هستم متعلم صف 12 هم در لیسه عالی نسوان درخانه بسیار خوب به نام خدا نظیفه رحیمی هستم متعلم صف 12 هم لیسه عالی نسوان درخانه شما دو نمره هستین شما اول نمره هستین بگوین که دو صاحب خود بگوین که چند نمره هستن شما به نام خداوند یکتا حسینه عدلیار هستم متعلم صف 12 هم لیسه عالی درخانه و دو نمره صف 12 هم جیم هستم خب با زغال سنگ آشنا هستین تا فیزیکی دیدینش بله در خانه استفاده کردین از پیشش تا زمستان چطور استفاده نمی کنید یکی خود زغال است یکی زغال سنگ است کل تفاوت میان از یا بسیار زیاد است نتیجه درست است انتخاب شد نخیر جواب درست است جیم 55 الا 60 فیصد بله ایره کس گفته بود؟ من کم شک داشتم اما زیاد تایید نکردم اما شک که داشت خودت یک ذره تاییدش کن 55 تا 60 فیصد کاربن در زغال سنگ نارسیده است و مقدار رطوبتش هم زیاد است و 45 تا 50 نبودم متاسفانه که دوستان انتخاب کرده بودن 10 باید بالا می رفتین 45 تا 55 می ساختین 50 تا 60 پاسخ درست می بود اما متاسفانه که پول که داشتن هم گپ شد 54438 افغانی میشه نیم 27219 افغانی خب مریم شما چی میخوانین باز که از مکتب فارغ شدین انجینری زیاد خود دارم علاقه من انجینری است از امیال شروع کردین برش آماده کنکور انجینری هم شما رو خوش داشته باشه خوب از دیگه آمادگی میگیرم برش خب پرسش ششم میشه اما بسیار دقت کردین دیگه شما نزدیک به خط سرخ هستین خدا نخواسته پایتون اونجا دکه نخوره یک شانس رو ایره نگاه کنید پرسش ششم امواج از نظر خصوصیات فیزیکی با کدام بخش ها تقسیم شده است الف امواج انتشاری ب امواج میخانیکی ج امواج الکترومغناطیسی امواج از خصوصیات فیزیکی امواج میخانیکی امواج الکترومغناطیسی تقسیم شده از نظر فیزیکی امواج از نظر خصوصیات فیزیکی به کدام بخش ها تقسیم شده است که شما میگین به کدام بخش ها میخانیکی و الکترومغناطیسی الکترومغناطیسی و میخانیکی دو گزینه ای که دوستان انتخاب کرده بودن کلتون به یک نظر هستین یا نه به یک نظر هستین اول این دفعه شما به یک نظر هستین باز قدر پاسخ ها و این پرسش دوستا و این پاسخ سرنوشت شاگردان ممتاز لیسه درخانه تعیین میکنه که آیا میرن به پرسش بعدی یا خدا نخواسته آیا پولشان زیاد میشه 90000 میشه یا صفر میشه چی گونه است بله جا
جواب درست است بله. بی و جی. شرالی امی استرس و تشویش کارم داشته باشم و چیز درست هم نامارم از یادم میره یکان دفعه دیگه امو قسم به شما پاسخ درست داده اگر چی گفته بودین اما بازم شک داشتیم که درست است یا نه. کاملا درست است پاسخ گفتن دوستای ما و با این پولشان بیشتر میشه 69600 به حساب تا میای پولتون یک بار میره به 96819 افغانی. پیسه بسیار زیاد است، اینو باید حفظ کنین بدون شک و اگر سالنگاری کنین دای پرسشی که میای پولتون میتونه صفر شوه. 96025 پیسه بالاست و یا اگر درست پاسخ بگین پولتون بیشتر از 120000 130000 خواهد شد. بعد از وقفه پرسش هفتم را خواهد دیدیم و می‌بینیم که لیسه آیید الخانه و شاگرداش چی خواهد کردن. ما را همراه باشیم. دوستان دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه ویژه معارف افغانستان هست. 100 ثانیه از طول می‌بینین و دوستایی که با ما هستن مریم و حسینه دو نمره های لیسه عالی درخانه هستن و نظیفه اول نمره است. تا به حال 6 پرسش پاسخ گفتن که در این جمله دو پرسش اشتباه بودن، 4 پرسش درست پاسخ گفتن، هفتمین پرسش منتظرش هستن اما حساس ترین شرایط هم پیشویشان قرار دارد. شرایط برشان دشوار است به خاطر از اینکه این پرسش اگر اشتباه کنند خدا نخواسته پولشان صفر خواهد شد، 96000 دارند. و هفتمین پرسش چی است؟ حجرات انرژی خود را با کدام اشکال ذخیره می نمایند؟ الف شحمیات، ب منرال ها، ج پروتین ها. حجرات خب گزینه الف خود درست است، شحمیات و لبن منرال ها پروتین ها درست است. پروتین ها هم درست است اما منرال ها به نظر ما فکر نکنم. منرال ها شامل نمک، شامل نمکیات و آب اخراج میکنن. الف و جیم درست است. کم توجه کنیم به نظر من شحمیات خواست، پروتین ها هم است. منرال ها را خو از بدن خارج میکنن چون تنها شحمیات و پروتین از ذخیره میمونه. ارسی گزینه نظر تو نیست؟ منرال ها نیستن. نیست؟ تو چی فکر میکنی؟ کم دقت کنیم. خیلی دقت کنیم. خب گزینه الف و جیم منرال ها، خب منرال ها شامل نمکیات و آب ها میشه و به نظر من فکر نکنم با شکل انرژی در بدن ذخیره شد. پس گزینه الف و جیم انتخاب کنیم. آب ذخیره میشه؟ به نظر من 85% مطمئن است مختلف منرال ها از بدن خارج میشه. آب و نمکیات است. من نمکیات جزء جیم. تو چی میگی؟ به نظر من شاید در گزینه ارسی گزینه باشه. چند فیصد مطمئن است؟ فیصدیش نخواهی گزینه الف و جیم میگیریم. فکر نکنم منرال ها باشه. الف و جیم میگیریم. سرنوشت ساز انتخاب. حجرات انرژی خود را از کدام به کدام اشکال ذخیره می کند که دوستا انتخاب کردن شحمیات و پروتین ها، الف و جیم درست است انتخاب. بله جواب درست. بله الف و جیم. بسیار عالی. تبریک باشه برتان. شکرم. شاید امیال کل مکتب باشم چک چک کنم. کسایی که برخواهی شما هست. این برخواهی کلگی هست. خب، حجرات انرژی خود را به کدام اشکال ذخیره می نمایند که شحمیات و پروتین ها پاسخهای درست بود که دوستا گفتن و کاملا درست است. 28000 افغانی به حسابشان آمد. مرحله دوم هم ختم شد و پولشان مجمعا می شه 24819 افغانی. یک شانس داریم. مثل ازی که در مرحله اول هم داشتیم و مرحله دوم آمدین. حالا سه پرسش دیگه او طرف قضیه باقی مانده که 660000 افغانی هم باقی مانده. میرین به مرحله سوم یا میگین نه بس است 20 ثانیه بازم انتخاب کنیم. به نظر ما توقف کنیم. به نظر ما توقف کنیم چون یک چانس داریم. سوالا مشکل تر میشه. توقف کنیم. توقف. بله توقف. هی کنیم. خب دل شما سوالا آسان تر شود. مشکل تر خواه میشه بدون شک اما سفر شما در اینجا به پایان رسید. نتانستین به سوال دوم برین. تصمیم نگرفتین. اگر به جای شما میبودم یک شانس داشتین میتونستین برین به مرحله سوم و چهارم. سه پرسش دیگر هم خدا مهربان بود که پاسخ میگفتین و یک از لیسه هایی میشدین که ریکارد بسته میکردین اما بر صورت حالا بسیار خوب کار کردین. شرایط سخت بود اما بسیار خوب پاسخ گفتین. 124,000 به 33 غیر مساوی تقسیم میشه و
74892 افغانی، 37446 افغانی و 12481 افغانی مبالغ است که از این پیسا به دست میاد و ببینیم که کی کدام اندازه را میگیره و چرا. 20 ثانیه براتون میدیم، شما دقیقا انتخاب کنین و ببین که دلیلش چی هست. خب مریم، به نظر من به تعداد سوالی که ما جواب دادیم گزینه بی مستحق است. بی سیس. خب بیره مریم گرفت. شما؟ ما هم گزینه دیمش رو بگیرم به خاطر که سوالا را درست پاسخ دادیم، اما مریم که اصلا بیره گرفتن. خب بازم خیر، من دیمه میگیرم. خب شما کی رو میگیرین؟ خب دیو و جیمه مریم جان، نظیفه جان گرفتن، من گزینه الف. خب الف رو بگیرم. تشکر، تشکر، وقت خوش، زنده باشید. با پاک باشید.